ز شرار غم می‌سوزم به تمامی وجود، دوباره باید بخونم یکی بود یکی نبود. آه این تن به خون نشست پیکر کی؟ خود پیامبر اسلام گفت که انا من حسین، حسین از من است، من از حسین. این معنیش همه بود که دین که احیا میکنه حسین، مثل ما که ما دین نیمه احیا کردیم، نیم منطق نیم دیگهش میمونه در دوش امام عبدالله الحسین. این شهادت امام حسین نبودیم ما، نه شیعه وجود داشت، نه سنی وجود داشت، مسلمان اصلا پا در افتاده بود و کسی باقی نمومد که امروز تجلیل را بکنه. یکی از پیام های عاشورا پیام اخوت و برادری و همدیگر پذیری هست. گفت این حرکت ما یک حرکت اصلاحی هست و ما انقلاب کردیم و یه مکتب عاشورا را به وجود آوردیم برای اینکه اصلاحی در امت جدم به وجود بیاید. خار صحرا و بیابان یک سو، پای خونین یتیمان یک سو، سینه و صورت طفلان یک سو. تجدیل ماه محرم در بغلان چگون است؟ همیشه از سالهای گذشته نسبت به هر سال بیشتر و بیشتر میشه تجدیل ماه محرم. امسال روز اول ماه محرم امروز است، چگون است نسبت به سالهای دیگر؟ خوب است، بد نیست، نه او شروع شده، انشاءالله با امید خدا دیروبار میشه. فقط به مسجد میریم، گوش میکنیم، توبه میکنیم، تفار میکنیم، بسیار زیاد ثواب داره بدر. هر چی خیر و خیرات کنی ثواب داره بدر. تا می سزده محرم به خیر تیر شوم. برادرای امنیتی خود ما تقاضا داریم امنیت همه موجودا را بگیره و دیگر را بگیره، مردم را بگیره. انشاءالله آرزو دارم که همه ما در زیر سایه امنیت، آرامی و همگی ما یک جا باشیم. شد جدا از بدن او سر او، خفته در خون بدن اطهر او، خون به جوش آمد از هنجر او. بازار نام خدا خوب پر رنگ است و همه عاشقان حسینی به خاطر خریداری میاد. متحدین جهان اسلام بیادر کاملا ممنون شهادت ابو عبدالله الحسین باشه، ممنون جان فدایش باشه. پیام پیروزی خان در مقابل شمشیر است، این همیشه ماندگار میمانه و میباشه. در این چیزا ما جان خدا فدا میکنیم انشاءالله. از طبقه خانما و بعض خانواده ها هم میاین به خاطر ماه محرم. عاشورا نه فقط بحر ماتم است بلکه مکتب سرای اولاد آدم است. خون او تفسیر این اصرار کرد، ملت خوابی در آبیدار کرد. بار الله این حسین است، بار الله این حسین است، بار الله این حسین. نشست پیکر کی؟ بار الله این حسین است، بار الله این حسین است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم افغانستان، عزیزان بیننده، در هر گوشه کره خاکی که هستین دارای صحت کامل باشین. تمیم نفیسی هستم، امروز بر شما از روز اول ماه محرم برنامه دارم. در شروع چی خوب است تسلیت خدا به نمایندگی چینل آی بی بر تمام شما مسلمانان دنیا، چی داخل افغانستان هستین، اعضای هموطن ما و چی دور از افغانستان هستن. تسلیت عرض کنم بخصوص بر خانواده و رهروان اهل بیت. در شروع برنامه معلومات بتم در مورد همین برنامه. قرار است ما با عزیزا در نزدیک پل سوخته
صحبتهایی داشته باشم. چون امروز روز اول ماه محرم است. چگونه از ماه محرم تجلیل میکند؟ اینکه چقدر نسبت به سالهای قبل این برنامه را و این مراسم تجلیل میکنند. برین دوستا طرف تصاویر، ما هم دوباره برمیگردم انشالله که همدلی ما ادامه داره. ثمر باغ دل فاطمه است، چلچراغ منزل فاطمه است، نور بخش محفل فاطمه است. به روی نیز جمال انور کیست بار الها این حسین صحرا و بیابان یک سو، پای خونین یتیمان یک سو، سینه و صورت طفلان یک سو. این که رویش شده نیلی دختر کیست بار الها این حسین. در شروع برنامه هم وطنان عزیز، چه خوب از برم طرف عزیزایی که در بازار پل سوخته به خاطر خریداری و عدیه کردن پرچم و شعارهای خیلی مختلفه که در قسمت میبینین، از جمله از لباس گرفته تا به شال، پیشانی بند، بازو بند و پرچمای گوناگون میاد. امروشون صحبت میکنم. سلام. سلام. خسته نباشی. خوب هستی؟ سلام دوشینا، تشکر. نامتون؟ زهرا. اینجا به زهرا جان؟ یا این قسمت بریم زهرا جان؟ آها. زهرا چطور کامایی دهی بازار؟ بخاطر یگان چیزای محرمی بگیرم. چی میگیرین؟ دستبند، بلوز بر برادرم. اول خو مای محرم بر تسلیت عرض میکنم. سلامت باشی. زنده باشین. زهرا چی مصروفیت داره؟ مکتب میری؟ آه. چند هستی؟ شش. خود اگر سال آخره. سال آخره. سال آخر از خیر خدا بزرگ هستم. در مورد ماه محرم بگو، آمادگی هایتون چی هست؟ چی پلان دارین؟ چیزی نیتواره. در تکیه خانه ها به خاطر گوش کردن میری؟ آه. امروز روز نخست است، روز اول ماه محرم است. تا روز چندم هم میری؟ تا روز آخر. تا روز آخر. و چی خریدین آله؟ آله تنها یک بلوز گرفتیم، دیگه چیزام پسان تر میگیم. چی یاد داری بر ما تقدیم کنی به خاطر ماه محرم؟ شعر یاد داری؟ منقبت یاد داری؟ چی یاد؟ شعر یاد داشتم نصف اساس. خیر، همین نصفش رو بخون. خواب بودم، خواب دیدم، مرده ام، بی نهایت خسته و افسرده ام، تا میان گور رفتم دل گرفت، قبر کن سنگ لحد را گل گرفت، روی من خروارها از خاک بود، وای قبر من چه وحشتناک بود، بالش زیر سرم از سنگ بود، غرق ظلمت سوت و کور و تنگ بود، هر که آمد پیش حرفی راند و رفت، سوره حمدی برایم خواند و رفت، ناگهان از راه آمد نزدم دو ملک، تیره شد در پیش چشمانم فلک، اولی گفتا بگو دین تو چیز، دیگری فریاد زد رب تو کیست، گرچه پرسش ها به ظاهر ساده بود، لرزه بر اندام من افتاده بود، آن دو گشته از سکوتم خشمگین، رفت بالا گرس های آتشین، ناگهان التاف حق آغاز شد، از جنان درهای رحمت باز شد، مردی آمد از تبار آسمان، دیگران چون نجم او چون کهکشان، دو ملائک داشتن غیر حیرت، این زمزمه آمده اینجا حسین فاطمه. دیگرش شده رفته. آفرین آفرین، بسیار تشکر، ماشاءالله بسیار مقبول بود. چقدر شعر دراز هم بود، یعنی خرد نبود، بسیار زیاد بود ولی حفظ کرده بود. آفرین. در مورد ماه محرم بگو، باید در ماه محرم از روز اول الی روز ختم ما باید چی کنیم؟ باید زیاد خوشی نکنیم دیگه؟ عزاداری کنیم. چی گونه باید عزاداری کنیم؟
یکی از مثال های عزاداری رو بر ما نام بیاره. مثلا زیاد خنده نکنه. بسیار تشکر. سلام. خوش باشی، سلامت باشی. هموطنان عزیز، من در جایی هستم که بازار نام خدا خوب پر رنگ است و همه عاشقان حسینی به خاطر خریداری میاد. آجی صاحب سلام. سلام. خوب هستی؟ خوب، چیزی یاد ندارم. بخیر باشین، سلامت، زنده باشین. چینل آی بی. آها. سلام بر شما، خسته نباشین. خوب هستی؟ خوب هستی. سلامتون خوب است؟ سلامت باشین. در این هوای گرم آب دادن چقدر ثواب داره؟ عبدالان او چی عبدالان ثواب زیاد داره دی. به خصوص در ماه محرم. در ماه محرم خیلی ثواب زیاد دارم، بر خصوص عرشی باشه دیگه. نام چی است؟ امید. امید جان چی مصروفیت داری؟ والا فعلا بیکار هستم. بیکار هستی؟ آمدی جا به خاطر چیز به خریداری آمدی؟ بله، در مسجد میگیریم. خب چی رو میخوای ندیه کنی؟ یک بایرق میگیریم، پرچم میگیریم، چیزا میگیریم. درباره ماه محرم از خودت میشنوم، چی یاد داری در وصف محرم برام؟ در محرم ما خواستیم دو فراش هستیم، این فراش مسجد هم میکنیم. خب کدام منقبت کوتاه میخونی؟ منقبت یاد ندارم. کدام نوحه؟ نوحه هم یاد نداری؟ خینمی آدم تنبل است. بسیار تشکر. خوش آرام باشی، سلامت باشی. از این پرچمای کوچک دوستا گرفته تا این پرچمای بزرگی جا هسته، تا همچون پرچمای خیلی بزرگ با رنگای مختلف، سرخ است، سبز است، سیاه است و سفید است. این قسمت هم که میبینین بازوبند، پیشانیبند، گلوبند یا هم گردنبند، همچنان قسمت فاضل جان بر ما رابطه و فقط یک چیز من خود ایجا ندیدم، او تیغ است. من نظریات مردم رو در برنامه های بعد البته میگیرم، برنامه های بعدی روزای 5، 6، 7، 8 ببینم که درباره ماه محرم و خصوص درباره تیغ زدن اونا چی نظر دارن. مقتل و پیکر خونین حسین، فاطمه مادر غمگین حسین، آمده بر سر بالین حسین. آه این که میزند به سینه مادر کیست، بار الله این حسین دایل ازات. سردار جان بر ما گفتنی داره. سردار سلام، خسته نباشی. سلام، منده نباشید. خوب هستی؟ سلامت قربانت، سلامت باشی. سپاس. سردار چی مصروفیت داره؟ محصل هستین. محصل کدام رشته؟ فارمسی. فارمسی. امروز روز نخست ماه محرم است. بله. باید ما به همتنان عزیز ما بلخصوص به تمام مسلمین جان و بلخصوص به اهل تشیع و تمام مسلمانان بلخصوص به کشور اسلامی افغانستان، امارات اسلامی افغانستانی است. آغاز ماه محرم در عموم مسلمانان بلخصوص به مردم خود کشورمان تسلیت میگم و روز سید شهدا را آرزو دارم که همه ما در زیر سایه امنیت، آرامی و همگی ما یک جا باشیم و یاد از آقای عبدالله حسین کنیم. شما به شک یک نوحه بسیار کوتاه به خانش میگیره. هیچ ندارم بخونم. یک سلام با عبدالله حسین میتونیم انشاءالله قبول کنم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا حسين ابن علي، السلام عليك يا علي ابن الحسين، السلام عليك يا أولاد الحسين، السلام عليك يا اصحاب الحسين. تشکر. بسیار تشکر. خوش میکنم. خوش باشی. سلامت. زنده باشی. فقط از طبقه جوانان بلکه از طبقه خانما و بعض خانواده ها هم میاین به خاطر
ماه محرم، پرچم و تکه، تکای سیاه به خاطر عزاداری در مساجد و تکیه‌خانه ها خریداری میکنند. در این قسمت دوستا براتون این لباس های را معرفی میکنم که البته فقط این مربوط تفلای دختر میشه یا پسرانه است. تفل و سر به تازیانه یک طرف، زینب و همه زمانه یک طرف، شعله های بیکرانه یک طرف، این زن صبور و خسته خواهر کیست؟ بار الها این حسین است، بار الها. هر کوچه کوچه کابل ما گشته کربلا، ما دست از مسیر محرم نمی کشیم. دوستا در پل سوخته هستم، امروز یک عزیز دیگر مام صحبت میکنم، ببینم که چی گفتنی های داره. السلام علیکم. سلام لالا جان. خسته نباشی. بخیر هستی؟ ساعتت خوب است؟ سلامت باشی. نامتون؟ نام ما سلیمان هست. سلیمان جان تسلیت باشه، ماه محرم بخیر باشی، زنده باشی. خدا کل گرامیت برادرمت چی کنه؟ قربانت. چی مصروفیت داری؟ مصروفیت یک چپ و برگر دارم، یک دکانک دارم برچی. خب حالا چطور کجا آمدی؟ یالا آمدم بخیر یک بیرق بخرم ببرم همونجا دیم. امسال روز اول ماه محرم امروز است. چی گونه است نسبت به سالهای دیگر؟ خوب است، بد نیست، نو شروع شده. امسالا با امید خدا دیروبار میشه. اگر داری امام حسین است کلگی برد تشریف میاوره برد. کل یک شهن دارد ای چی؟ کاروان. یکی از ویژگی های ما و شما در ایام ماه محرم چی است؟ باید ما چگونه باشیم؟ ما والا مدر به خاطر همگی یگاداری میکنیم. یگاداری یک امام حسین علیه السلام کلگی بدر دمیر را بدر میره، دمیر را شهید میشه، دمیر را بدر سر میده، جان میده. ما دمیر را انتخاب کردیم، دمیر را میریم. یکی از روزای قیام کربلا اگر یک روز یادآوری کنی و یکی از قصه های کوتاهش. البته قصه های کوتاهش ما برارم به خاطر که ما شریکار هستیم، فقط به مسجد میریم گوش میکنیم، توبه میکنیم، تفار میکنیم، به خاطر که برادر ما دمی راه هستیم، دمی را میریم، دمی خاکم زندگی میکنیم. آها، یکی از ویژگی های ماه محرم، در حال که ماه محرم مانند ماه شعبان یکی از ماهای خدایی است هموطنان عزیز، اما فرق ماه محرم با فرق ماهای دیگر به خاطر عاشورا است. بله، به خاطر عزاداری، به خاطر توبه کردن، به خاطر برادر مردم توبه کنن، تغفار کنن، راه خوب انتخاب کنن، روزه بگیرن، نماز بخوانن، مال مردم نخورن. آب دادن در ایام ماه محرم چقدر ثواب؟ ثواب داره، بسیار زیاد ثواب داره برادر. هر چی خیر و خیرات کنی ثواب داره برادر. هر چی که برادر داره برادر چقدر مصرف کنی دو را بسیار زیاد خوب است. ثواب. بسیار تشکر. بخیر باشی. خانواده ان شاء الله در خانواده تشویق میکنی بعضی ها را که برن؟ خودت خود دکان میباشی؟ من خودم خود دکان میباشم. میگم خورترکی خورترکی تشویق کردم، تامیال تشویق میکردم که دمیر را بلد بریم به امیدی خدا. بسیار تشکر. بخیر باشی. قربانت. سلامت باشی. سپاس گزار هستم. بار الها این حسین است، این که شمع دل هر انجمن است، این که در لجه خون بی کفن است، تن صد پار و آریان بدن است، بوریا به پیکر مطهر کیست؟ بار الها این حسین است، بار الها. در این لحظاتم علی محمد آمده به خاطر خریداری فکر کنم یا هم عدیه کردن
اینکه چی آمده، به خاطر تکیه خانه آمده یا هم مسجد و یا پلانش یک سقاست، امروش صحبت میکنم. سلام، خسته نباش علی جان. باشه. سلام علیکم، خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز محترم ما. سرپای استاد میشی مرا به حساب بخشید. خدا بخشید از آن را. مصروفیتتون چی است؟ مصروفیت ما آمده من اینجا فعلا برای ماجد یک چیزای امام حسین بخریم، بیرق بگیریم از برای آزادداری امام حسین. امروز دیگه روز آزادداری امام حسین است، بخیر. تا می سیزده محرم بخیر تیر شوم. برادرای امنیتی خود ما تقاضا داریم امنیت همین ماجدا را بگیره و دیگر را بگیره، مردم را بگیره که بخیر محرم برای خوبی تیر شوه، که ما هم دولت خود همین تقاضا را داریم که بخیر یک امنیت مردم را بگیره. محرم یعنی چی؟ محرم دیگه یک محرم یک چیز دینی مذهبی است. از اول محرم شروع میشه تا سیزده محرم آزادداری چیزای امام علی علیه السلام است، بچه هایش است، نواز هایش هستن. دیگه ما از روز اول محرم آزادداری امام حسین است، ابوالفضل عباس است، علی اصغر است. ما دیگه در این چیزا ما جان خود فدا میکنیم انشاءالله. بسیار تشکر. در مورد حادثه کربلا بگو. آیا حادثه کربلا یک مکتب بود؟ ما چی باید است از حادثه کربلا بیاموزیم؟ حادثه کربلا برای مردم یک مکتب است، یک دین مذهب است. فکر کن از حادثه کربلا مردم باید رویه بگیره، آزادی بگیره، دیگه بگیره. خیلی برای همیز خاطر دین و چیزا و خدا فدا کرده، باید ما شما آزاداری شه بگیریم، دیگه شه بگیریم، جان خدا فدای اماما کنیم بخیر. خیلی چیزا را ما آزاداری شه انشاءالله. بسیار تشکر. زنده باش. خانه تان آباد علی جان. انشاءالله ماه محرم براتان تسلیت باشه. شما هم تسلیت میگم باشه. قربانتان. سلامت باشین. زنده باشین. فقط قسمی که بر شما گفتم از یک طبقه، طبقه جوان و نوجوان و برادرای ما نه، بلکه خواهرای ما نیز به خاطر خریداری و پرچم، پشانی بند، بازو بند اینجا میاین، حتی بلیزا برای طفلایشان. قسمی که میبینید سایز های خیلی مختلف داره، از سایز خرد گرفته اسمال الا بزرگ. البته سلام، خسته نباشین. سلام، خوب هستین؟ سلام، بیا کم رایت صحبت کنم. نامتون؟ فهیم. فهیم جان کجا میری؟ اونجا آمدیم وسایل ماهی محرم. چی میخری؟ دزبند. دزبند دیگه؟ دیگه یکان لباس های. لباس سیاه یا هم بر عزاداری خود جور کردید؟ درباره ماه محرم من نظرت میپرسیدم که ماه محرم را باید از ما چیگونه مراسم بگیریم، چیگونه عزاداری بگیریم؟ باید ماه محرم باید در عزاداری امام حسین باید عزاداری کنیم هر شبانه روز. و چی خودت یاد داری؟ منقبت یاد داری یا شعر؟ شعر. برو یک شعر مقبول اما تو به خانش بگی که عاشقان حسینی تمامشان منتظر است. تا به حال حفظ ندارن کدام شعرم. هیچ یک ذره شو میاد نداری؟ بسیار تشکر. قربانت. سپاس. سلامت باشی. این گل تشنه لب پش مرده، این تنی که سم مرکب خورده، از آتش خسته دل و آزرده، آه از آتش گل وجود پرپره کیست؟ بار الله این حسین است. بار الله آجی صاحب. سلام. علیکم السلام. خوب هستی؟ شکر بخیر هستین. خیریت دارین؟ قربان، سلامت باشی. تسلیت عرض میکنم ماه محرم برای تسلیت برای کلی مسلمان ها باشه انشم. کجا روان هستی؟ طرف خانه مارم. اینجا کدام قوم ها بود یک دفعه دیدن از آمدیم میرم خانه. امسال تجلیل ماه محرم که روز نخست شسی نمیاله چیگون است نسبت به سالهای قبل؟ والا خوب، فضل خدا، ولی امنیت هم شاید برقرار شوه، مردم هم بسیار باشکو تجلیل میکنه. این محرم یک چیزی است که این دیگه ازلی و ابدی، نه این از روزی که نواسه رسول خدا به شهادت رسید تا
ابد تا دامن قیامت ای ادامه داره، باید هم ادامه داشته باشه. از قراری که بیادر خود پیامبر اسلام گفت که انا من حسین، حسین از من است، من از حسین. این معنایش از این نبود که نواسه ما جدش هستیم، این نبود. این معنایش همه بود که دین که احیا میکنه حسین مثل ما که ما دین نیمه احیا کردیم، نیم منطق نیم دیگهش میمونه در دوش این عبدالله الحسین. باید این تا جان فشانی کنه که دین بجا بمانه. از این خاطر مردم باید یه قدر چیزی که مسلمان است، قدر از عاشورا و قدر از محرم و قدر از شهادت عبدالله الحسین بسیار به کمال احسن ببینه و تا پای جان باید جان فشانی کنه. همون طوری که از اهل و عیال و از قوم و قریب و از برادر و برادرزاده گذشت، ما و شما باید قدرش رو بدانیم که اگر این شهادت امام حسین نبودیم، ما نه شیعه وجود داشت، نه سنی وجود داشت، مسلمان اصلا پا در افتاده بود و کسی باقی نمومن که امروز تجلیه را بکنه. باید با شکو برقرار شد، باید متحدین جهان اسلام بیادر کاملا ممنون شهادت ابو عبدالله الحسین باشه، ممنون جان فدایش باشه. یعنی قدر دیگه هر چی که با شکو باشه بهتر است، هر چی که مردم قدر شی بدنه بهتر است. چرا؟ قدر دین خود میدنه، نه اینکه قدر کسی دیگر بدنه. دقیقا در باره مراسم بگو که خودت باز چی پلان داری در باره نظر، یا نظر گشت گوچه در گردن گرفتی یا هم کدام نظر دیگر میکنی؟ برادر نظر کمچمی هر کس اقتل مقدور قدرت چی میکشه برای خود دم خانه یک چار تا همسایه خوره خبر میکنه. باز نظر عمومی مسجدی از ما رواج نمی است که بیادر هموم راز کوچه میکنه، مردم جمع میشه یک هفته سیر هشتا سیر گندومی گوشتی جمع میکنه میره بیادر چیزی از خانه میره، چیزی مردم کمک میکنه مرو میره. یک روزی عاشورا را نمره مردم نظر میده. بسیار تشکر آجی صاحب قند. تشکر از شما. سپاسگزار از شما. بخیر باشین. سلامت. زنده باشین. تشکر. زینب و همه زمان یک طرف، شعله های بیکران یک طرف، این زن صبور و خسته خواهر کیست؟ بار الله. سلام علیکم. سلام، خسته نباشید. بخیر است؟ خیر خیرت؟ خدا شکر. قربان سلامت باشی. ببخشید که من مزاحم تام شدم. خدا معرفی میکنی؟ خدا داد شریفی هستیم. شریفی صاحب، مصروفیت تان چی هست؟ مصروفیت ما همی تبلیغ و ترویج مسائل دینی و شرعیه. آها، چقدر خوب. اول خود تسلیت باشه ماه محرم برد. ماه محرم ماه عزای نواسه پیامبر بزرگوار اسلام، به تمام امت مسلمان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. بسیار تشکر. یکی از پیام های عاشورا چی است؟ یکی از پیام بشه بر ما. یکی از پیام های عاشورا پیام اخوت و برادری و همدیگر پذیری هست، چون که امام حسین علیه السلام هم این انقلاب را که به وجود آورد، حدیثی که از امام حسین علیه السلام نواسه پیامبر بزرگوار اسلام نقل شده، گفت این حرکت ما یک حرکت اصلاحی هست و ما انقلاب کردیم و یه مکتب عاشورا را به وجود آوردیم برای اینکه اصلاحی در امت جدم به وجود بیاید. پیام عاشورا پیام اصلاح و پیام اخوت و برادری هست و از امت اسلامی هم انتظار می رود که عزاداری نواسه پیامبر بزرگوار اسلام را باید در کنار هم به عزا بینشیند و در یک فضای اخوت و برادری و صمیمیت از این ماه محرم، از ماه عزای نواسه پیامبر بزرگوار اسلام، با هم عزاداری کند و در کنار هم باشد. قربانتون استاد جان، در مورد عزا و عزاداری صحبت کردی، عزاداری چگونه باید از باشه به نظر خودت؟ عزاداری به قسمی باشه که از سخنان امام حسین، از اهداف امام حسین سخن گفته شود و در عزاداری امام حسین هم قسمی که سالهای قبل جریان داشته و الان هم جریان داره، مسئله امر به معروف و نهی از منکر است. مسئله است که خطبا، دانشمندان از آیات قرآن
سخن میگه، از احادیث پیامبر بزرگوار اسلام و صحابه پیامبر سخن میگه و یک جنبه تبلیغی و جنبه امر به معروف و نهی از منکر در ماه محرم بیشتر است. در هر حسینیه، در هر مسجدی سخنان پیامبر، سخنان خاندان پیامبر گفته میشه و مردم از اونها الگو میگیره و همچنین آیات قرآن خوانده میشه. در مساجد شیعه هست و ما باید تلاش کنیم که در تمام مساجد یه عزاداری گرفته شود و مسلمانان در کنار هم، شیعه و سنی در مساجد، باید از سخنان پیامبر و آیات قرآن و سخنان خاندان پیامبر برای رشدشان و ترقیشان باید استفاده کنند. بسیار تشکر استاد جان. یک شعر بر ما در وصف امام حسین و به عاشقایش دارد. شعر است، اگر کوتاه منقبت آن باشه مشکل نیست. شعری که الان یادم آمد از علامه شهید سید اسماعیل بلخی هست که ایشان بفرماید که عاشورا نه فقط بحر ماتم است بلکه مکتب سرای اولاد آدم است. دیگر در اشعار زیاد سروده است، از جمله دانشمند اهل سنت اقبال لاهوری اشعار فراوانی در وصف آقا امام حسین سروده است که ایشان فرمود خون او تفسیر این اصرار کرد، ملت خوابی در آبیدار کرد و اشعار زیادی از اقبال لاهوری است که الان متاسفانه حضور ذهن نداره. قربانتون استاد جان، بسیار تشکر، سپاس. اگر در اخیر پیام داشته باشی پیامت هم بشنو. پیام ما این هست که مسلمانان، امت اسلام باید در عزای نواسه رسول خدا، در عزای نواسه آخرین پیامبرش، باید در کنار هم به عزا بنشیند و از عزادار امام حسین تجلیل کند. بسیار تشکر، قربانتون استاد، سلامت باشه، زنده باشه. قسمه که بر شما گفتم فاضل جان، فقط از طبقه ذکور یا هم مردا و یا هم پسران، جوانا و نوجوانا نه، بلکه خواهرای ما نیست، به خاطر خریداری پرچم و بعض اشیا و لوازمی که در مساجد تکایا و خانه هایشون ضرورت دارن میاین. این حسین است، بار الها این حسین است، این که شمع دل هر انجمن است، این که در لجه خون بی کفن است، تن صد پاره و آریان بدن است. پیکر مطهر کیست، بار الها این حسین است، بار الها. هموطنان عزیز، دوباره خوش آمدین. در این قسمت یکی از خواهرای ما که به خاطر خریداری و یا هم عدیه کردن بعضی از اشیا و لوازم که نیاز دارن آمدن در پل سوخته، امروشون صحبت میکنم. سلام، خسته نباشید. زنده باشین. خوب هستی؟ نامتون؟ شکر، سحر. سحر جان، چی مصروفیت داری؟ اینجا مصروفیت خاصی ندارم، فقط اینجا بر خرید آمدیم که نوها، کتاب نوها بخونم. آها، گفته میشه که نوهام خوب، نوهام بلد هستین که بخونین. خوب است دیگه. بسیار تشکر، تسلیت باشه ماه محرم برات. زنده باشین همچنان. بسیار تشکر. و در مورد ختم و خیرات نظر بگو، خودتان چی آمادگی میگیرین از روز اول الی روز ختم؟ خود ما آمادگی در دهم عاشورا که است، همین نظر، می نظر گوشت کوچه، نظر گوشت کوچه شما میکنین؟ بله. آها، پیام عاشورا پیام برادری است و خودت پیامت به خواهرها و بر خانم‌ها چی است که در روز، از روز اول الی روز ختم در تکایا برن به خاطر گوش کردن، چی پیام داری؟
پیام مهمی است که تا که میتونین در ایام محرم کوشش کنین عزادار باشین و همچنان عزاداری امام حسین کنین و اگر میتونین نوحه کوشش کنین بخونین شعر راجب امام حسین و همچنان عزاداری کنین دیگر لباس سیاه بکنین. بسیار تشکر. حالا هم دوستا بریم طرف یک نوحه خواهرم رو به خانش میگیرد، ببینیم که بشنویم عاشقان حسین و خواهرم رو چگونه به خانش میگیره انشاءالله. بله بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. ز شرار غم میسوزم به تمامی وجود، ز شرار غم میسوزم به تمامی وجود، دوباره باید بخونم یکی بود یکی نبود، دوباره باید بخونم یکی بود یکی نبود، بابا جون دردت بجونم، بابا جون دردت بجونم، بابا جون بین همه، بابا جون بین همه، عممونا خیلی زدن، بابا جون منو ببین به صورتم سیلی زدن، بابا جون منو ببین به صورتم سیلی زدن. تشکر. ماشاءالله چقدر مقبول. بسیار تشکر. زنده باشین. خیر باشین. اگر پیام دارین پیامتون هم میرسونیم. پیام مامی است که برای دختر خانم‌ها، مامی دخترایی که نمیتونن مکتب برن، پیام مامی است که هیچ وقت ناامید نشین، تا که میتونین تلاش کنین، کوشش کنین، از هر راهی درس خدا بخونین و ای تو فکر نکنین کل مکتب بس است ما نمیتونیم درس خونده، کوشش کنین از هر راهی یک راه چاره‌ای پیدا کنین که درس بخونین. تشکر. بسیار تشکر خواهر عزیز. مقتل و پیکر خونین حسین، فاطمه مادر غمگین حسین، آمده بر سر بالین حسین، آه این که میزند به سینه مادر کیست، بار الله این حسین در این گوشه از پل سوخته یک برادر دیگه ما از لوگر آمده به خاطر بعض وسایل بردن به تکیه خانه و یا هم مسجدشان. سلام، خسته نباشید. علیکم السلام. خوب هستید؟ خوب هستید. قربانتان. نامتان؟ داودچوک آزمی. آزمی صاحب چی مصروفیت داره؟ تحصیل در مکتب و صنف ده مکتب هستم. آها، اول خو برای خودت ماه محرم تسلیت عرض میکنم. همچنان برای شما تسلیت عرض میکنم. بسیار تشکر. درباره ماه محرم بگو که در لوگر چگونه تجلیل میشه از عزاداری؟ در ولایت لوگر چند تا تکیه‌خانه داریم که اونجا همی مراسمات تجلیل میشه. او مراسم در ولایت لوگر در ولسوالی خوشی همچنان تجلیل میشه. در دیگه و همون قریه و دیگه مساجد هم تجلیل میشه، دیگه ملاوی ماما دیگه فعالیت میکنه. قربانت، سلامت باشی. پیام عاشورا بر مسلمانان چی است؟ پیام این است که پیام عاشورا اینجا که هم شیعه هم سنی برادرای ما که در این رأس باید خدمت هر چی خدمت میتونه باید خدمت کنه که بسیار یک ماه پربرکت است، ماه خوب است. بسیار تشکر. زنده باش. انشاءالله طاعات عبادتتان به درگاه الله قبول و مقبول بگرده و برسه به حضرت امام حسین. همچنان از شما برسه. خدا تشکر. این حسین که شمع دل هر انجمن است، این که در لجه خون بی کفن است، تن صد پاره و آریان به
بدن است. آه بوریا به پیکر مطهر کیست؟ بار الها این حسین است. بار الها هموطنان عزیز، دوباره شما را خوش آمدید میگم. امروز یک خواهر دیگر ما صحبت میکنیم که به خاطر چی در پلیس اخت آمده. سلام خواهر، خوب هستین؟ علیکم سلام، زنده باشی. شما خوب هستین؟ بخیر باشه. نامتان؟ نام فاطمه است. فاطمه جان، فاطمه از کجا آمدین؟ به خاطر چی آمدین؟ از بغلان آمدیم به خاطر گرفتن پاسپورت. ان شاء الله اگر خواست خدا باشه امسال کربلا برم. و کربلا می؟ بله. از بغلان آمدین؟ بله. تجدیل ماه محرم در بغلان چگونه است؟ همیشه از سالهای گذشته نسبت به هر سال بیشتر بیشتر میشه تجدیل ماه محرم. امروز روز نخست ماه محرم است. کابل چگونه دیدی؟ آیا عزاداری در کابل شروع شده چون روز اول است؟ شروع خود نشد، اما فهمیده میشه که هم از جای دیگه آمادگیش گرفتن، سیاپوش شدن، سبزپوش شدن به خاطر آمادگی محرم. انشالله من بعد شروع میشه دیگه. پیام عاشورا، پیام قیام کربلا چی است؟ پیام عاشورا، پیام کربلا معلوم دار از دیگه، پیام پیروزی خان در مقابل شمشیر است و این همیشه ماندگار میمانه و میباشه. بسیار تشکر. شعر داری در مورد ماه محرم و یا هم کدام منقبت چی بلد هستی؟ نه خیر، برای فیران هیچ چیز بلد نیستم دیگه. بسیار تشکر، زنده باشید. سپاس، بخیر باشین. هموطنان عزیز، تمیم نفسی در لحظات اخیر این گزارش و این بود ویژه برنامه روز اول ماه محرم که بر شما نازنینا تقدیم کردم. جا داره تشکری خاص کنم از شمایی که داخل افغانستان هستین و دوستایی که دور از مرزها. شما در مورد تجلیل ماه محرم بگوین. ماه محرم در آمریکا، اروپا و آسیا چیگونه است؟ افغانستان هم شامل آسیا است. همچنان اگر دوز دارین 11 روز دیگر با برنامه های ویژه چینل آی بی باشین، پس لطفاً فراموش نکنین بیننده برنامه ما باشین. برنامه های ماه محرم از طریق امین دریچه دنبال کنین. تا برنامه های بعد و گزارشات بعد، الله یار نگهدارتان. طاعت عباداتتان به درگاه الله و به حضرت امام حسین برسه. تا دیدار بعد، بدرود.